بسم الله الرحمن الرحيم. این جمعه برای شما چون سالهای پیشتر صحبت درباره عاشورای حسینی و یادآوری از سالار شهیدان و سردار آزاد مردان جهان حسین علیه السلام می نمایم. خداوند در قرآن به پیغمبر مهربانش می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبری عزیز من به این مردم بگو، به این بندگان من بگو، به این حکومت داران بگو، من در عوض این رنج و مشقت رسالت و نبوت که فقط به خاطر هدایت شما کشیدم، فقط به خاطر خداشناسی شما کشیدم، فقط به خاطر سعادت شما کشیدم، چیزی از مال دنیا طلب ندارم، فقط اینقدر که خاندان من دوست دارید، خاندان من رعایت کنید، این است آن چیزی که من از شما میخواهم. کربلا که در نزدیکی های کوفه واقع است، زمین ریگزار بود. و در آنجا روز دهم ماه محرم، روز جمعه بعد از ظهر، حضرت امام با یارانش و خاندان پاک پیغمبر جام شهادت نوشیدند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندگان خوب خدا و عاشقان مدرسه محمدی و دوستداران اهل بیت رسول بزرگوار و شیفتگان و دلباختگان حسین علیه السلام، همه شما را به این محفل، به این محفل یادآوری از سرگذشت سید الشهدا امام حسین علیه السلام خوش آمدید میگویم و از خداوند مهربان دعا میکنم قدم های شما را که از راه های دور و نزدیک برای آمدن این محفل نورانی رنج فرمودید، اجر جزیل و ثواب بزرگ نصیب گرداند و هر مراد و مقصودی که داشته باشید خداوند شما را و فرزندان شما را و خاندان شما را به مقصودشان برساند. چگونه که جمعه گذشته وعده کرده بودم این جمعه برای شما چون سالهای پیشتر صحبت درباره عاشورای حسینی و یادآوری از سالار شهیدان و سردار آزاد مردان جهان حسین علیه السلام می نمایم. الحمدلله این ساعت برای ما دست داد و الان در این
خانه خدا بالای این منبری رسول خدا با شما عزیزان عاشقان اهل بیت روپرو هستم و این وعده دادگی خدا به اذن خدا و خواست خدا ادا می نمایم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ولي الإسلام والمسلمين ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. آمين يا رب العالمين. خداوند بحرمتي أسماء حسنات استعاجزان دعا میکنم که تو پشتبان اسلام و مسلمانان هستی و ما را بر این اسلام عزیز تا روز آخر پایدار بدار. خدایا گذشتگان ما را غریق رحمت گردان. پروردگارا در این روز مبارک هر گناهی که از ما سرزده باشد آمرزیده بگردان. خدایا هر غم و دردی که بالای ما و این عاشقان مدرسه محمدی آمده باشد این غمها را برطرف گردان. خدایا هر کدام از اینها قرضدار باشند قرضداشان ادا فرما. خداوندا بیمارای اینها و کسانی که التماس برای بیمارهای خود کردند چی پدر و چی برادر خدایا بیمارهاشان شفای کامل عنایت فرما. خدایا گذشتگان همی ما و این عاشقان مدرسه محمدی را که در عالم قبر خوابند غریق رحمت نما. آمین. ماه محرم چگونه ماه است و برای چی محرم نامیده شد؟ پیش از آن که به این صحبت شروع کنم اول همیشه ما عاشقان مدرسه محمدی و دوستداران اهل بیت رسالت نبوت و تمام مردم عزیز عالم اسلام و خصوصا برادران عزیز جمهوری اسلامی ایران به این شهادت جانسوز و جانگداز سید الشهدا و سالار میدان شهادت حضرت امام حسین تسلیت عرض می نمایم. خداوند همی ما و شما را در این مصیبت جانسوز صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب فرماید. خداوندا چگونه شهادت امام را سبب بیدار شدن مستضعفین عالم در آن زمان گردانیدی این ماه محرم هم خدایا سبب بیداری امت اسلام و خصوصا جوانان اسلام بگردان. آمین.
محرم ماه اول سال شماری قمری است که امسال 1432 شد و روز سه شنبه گذشته شروع شده بود. این ماه به خاطر آن محرم نامیده شد که در زمان جاهلیت هم مشرکان عرب و مردم آن زمان او را حرمت می کردند. در آن خونریزی و غارت کردن و به احترامی در حق کسی را روا نمی دانستند. به خاطر این ماه محرم الحرام می گویند که قرآنم به او گواه است. سال 61 هجری دوم ماه محرم بود و الله اعلم روز پنجشنبه نور چشم فاطمه و علی، گل خوشبوی گلستان باغ محمدی حسین ابن علی علیهما الصلاه و السلام به کربلا وارد شد و از آن روز کربلا ناموش در تاریخ و از آن روز محرم در بین مردم جهان مقام مخصوص یافت. کربلا که در نزدیکی های کوفه واقع است زمین ریگزار بود. و در آنجا روز دهم ماه محرم روز جمعه بعد از ظهر حضرت امام با یارانش و خاندان پاک پیغمبر جام شهادت نوشیدن. بیادم می آید سخن عراقی حضرت امام رضا علیه السلام فرموده بودند که ماه محرم در زمان جاهلیت حرمت داشت، ماه محرم در بین مشرک ها و انسان های پیش از اسلامی احترام خاصه داشت، اما در این ماه خون ما خاندان نبوت حلال دانسته شد. عزیزان من توجه کنی حضرت امام چی میگویند؟ محرمی که مردم زمان جاهلیت احترام خاصش می کردن از جانب امت بابام خلیفه های روسیاهی بنی امیه خون ما خاندان نبوت حلال گشت. مال و ثروت خاندان ما غارت شد. دختران و نبرگان پیغمبر بزرگوار اسیر دشمنان خدا گشتند. با کشته شدن سید شهدا حسین علیه السلام در آن روز چشم ما خاندان نبوت و دوستداران آن را دردمند و خونبار عشق و جویبار عشق باران کردن. این سخنان بود حضرت امام رضا علیه السلام با عشق دیده می گفتن. این محرم همون ماه هست. در این محرم در این ماهی که حرمت داشت این یزیدیان
با کی دست ظلم و تجاوز دراز کردن؟ با خاندان پاک پیغمبر، با نور چشم فاطمه، علی، با زینب و گلسوم، با سکینه، با علی اصغر و اکبر، با ابو الفضل عباس، حتی در اما او بی رحمها بعد از جدا کردن سر مبارک ایشان، جسدهای خود مجروح شده، خود ضرب شمشیر و نیزه زده را باز به اصفهان لگدمال کردن. در این ماه محرم چهره خود در تاریخ تا روز قیامت سیاه کردن این یزیدیان، لعنت خدا بر ایشان باد. حالا که خاندان پیغمبر دوست داشتنش از واجبات ایمان بود، خداوند در قرآن به پیغمبر مهربانش میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. پیغمبر عزیز من به این مردم بگو، به این بندگان من بگو، به این حکومت داران بگو، من در عوض این رنج و مشقتی رسالت و نبوت که فقط به خاطر هدایت شما کشیدم، فقط به خاطر خداشناسی شما کشیدم، فقط به خاطر سعادت شما کشیدم، چیزی از مال دنیا طلب ندارم، فقط اینقدر که خاندان من دوست دارید، خاندان من رعایت کنید. این است آن چیزی که من از شما میخواهم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند و من یقترف حسنتا نزید له فیها حسنا. دوام آیت ده خدا میگوید مراد از اقتراف حسنه این دوست داشتن اهل بیت است. کسی اهل بیت نبوت دوست میدارد، خدا میگه پاداش اونها را من چند برابر براشان میدهم. در این ماه خاندان این پیغمبر مهربان که از پدر و مادر هم مهربانتر بود به احترام شدن. عزیزان من، وقتی که یکی از خاندان ما، فرزند ما تحقیر شود، ما چقدر درد میکشیم، ما چقدر ناراحت میشویم. مگر پیغمبر بزرگوار وقتی که دید حسین زیبای او سرش از تن جدا شد درد نکشید؟ فغان نکرد؟ وقتی که دید علی اصغر او با این شیرخارگی از گلوش نیزه میگذرد خونش میپاشد درد نکرد؟ به یادم میرسد غزوه بدر، در آن غزوه عباس که از جانب مشرکا آمده بود اسیر افتید، دستاش بسته بود، پاهاش از نالش عباس در آن شب پیغمبر بزرگوار تا روز خوابشان نبرد. برای عمهشان عباس که دستش در بند بسته بود، مگر برای حسین نازنینش عشق نریخت؟ مگر برای حسین دلش درد نکرد؟ در محرم این بود به احترامی که این یزیدیان لعین و ملعون علیهم لعنت الله الى یوم القیامه برای خاندان پیغمبر کردن. الله رسول بزرگوار می فرماین من آزانی فی عطرتی فقد عاز الله. کسی که خاندان من آزار می تیه من آزار داده است، کسی من آزار می تیه خدا را آزار داده است. انشاءالله که جمعی آینده
من برای شما یزید و عبید الله ملعون زیاد و عمر سعد برای شما میگویم اونا کی بودن و آخر جزای اعمال شان چگونه دیدن. من برای شما اون انشاءالله جمعه آینده بیان میکنم. الان عزیزان من بخاطر عشق ریختن، بخاطر دل ما و شما ملایم شدن، صحنه را از حیات سید الشهدا حضرت امام که پیش از کشته شدنشان شاید لحظه ساعت پیش رخ داده بود بیان میکنم. بعد از آن یک مرثیه که حضرت مولوی جنون علیه الرحمه برای ایشان با سوز و گداز نوشتن در آخر میخوانم و بعد از آن دعا میکنم. درباره فضیلت اهل بیت و دوستی با ایشان با شما سالهای پیش صحبت زیادی داشتم. انشاءالله امید دارم که همه شما در یاد دارید و این شور و گداز و این شوق که شما امروز از راه های دور اینجا آمدید سبب شنیدن او صحبت های پیشین است. با اجازه شما من صحبت حضرت امام علیه السلام که بخاطر پندادن این بدبختها که شاید از این کار دست کشن حضرت بیان کردن میخوانم. در دو جانب لشکر صف کشید، حضرت امام لشکریانش که 45 نفر سواره داشت و 100 نفر پیاده، چگونه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند همراه با زنهاشان یک جانب صف کشیدن، عمر سعد لعین با یارانش که زیاده 3000 بودند، از این هم زائدتر مؤرخا می گویند بودند، جانب دیگر لشکر کشیدن. روز جمعه بود، حضرت بعد از شستشوی بدن مبارک که خودشان برای ملاقات با پروردگار و جد بزرگوارشان تازه کردن و خوشبو کردن، سواری اسب شدن، برآمدن به میدان. برای یزیدیان لعین صحبتی کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. فركب الحسين فرسه فاستنصتهم فأنصتوا فحمد الله وأثنى عليه وذكره بما هو أهله وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء والرسل ثم قال. حضرت سوارشان اسب رفتن نزدیک به اونها، گفتن شما یک دم خاموش باشید، یک دم ساکت باشید، من به شما آخرین بار دعوت حق رسانم. اونها سکوت کردن، خاموش استادن. زیرا در روبروی اونها جاینشین پیغمبر حسین علیه السلام بود. حضرت امام با زبان برا و لهجه شیوای خود پروردگار حمد و ثنای گفت با او کلماتی که خیلی مفتون کننده بود، خدای خود وصف کرد. بعد از حمد و ثنای پروردگار جد بزرگوار خدا و پیغمبران دیگر ملائکه ها را صفت کرد، ثانی با گفت تبن لکم ایها الجماعه و ترحم، مرگ بر شما ای مردم،
احین استخرجتمونا والهین استصرختمونا والهین فاصرخناکم موجفین. آیا بیاد نداره وقتی که شما ناچار موندید ما را خاندان نبوت به یاردم خود دعوت کردید، در وقتی که فریاد رسی کردید ما شتابان به فریاد شما رسیدیم، شما خودم ما را دعوت نکرده بودید؟ سللتم علینا سیفا لنا فی ایمانکم، شما به ما عهد و پیمان داده بودید که ما با شمشیرهای خود شما را و خاندان شما را محافظت میکنیم، امروز این شمشیرها را به مقابل من و خاندان من از غلاف برکشیدید. کجا شد عهد شما؟ کجا شد وعده شما؟ وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، ان آتش جنگی که باید به مقابل دشمنان ما و خود شما افروخته میشد، امروز این آتش برای سوزاندن خیمه های پیغمبر، برای سوزاندن جسد های ما در دادید. فاصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، امروز شما اینا مردها اینا کسها در اطراف دشمنان خدا و پیغمبر جمع شدید و به مقابل دوستان خدا شمشیر میکشید. بغیر عدل افشوه فیکم ولا امل اصبح لكم فيهم، حالاکه این خائن ها این یزید و عمر و سعد ها به شما یگان عدالت را برقرار نکردند، برای شما یگان وعده آزادی ندادند، شما باشید از قفای این ها رفت استادید و به مقابل پیغمبر و خاندان پیغمبر شمشیر کشیدید. هؤلاء تعذدون وعنا تتخاذلون، شما امروز یزید و عبید الله زیاد و عمر سعد و اینها را یاری میکنید، اینها را پشتبانی میکنید، از ما خاندان پیغمبر رو میگردانید، در این بیابان ما را تنها میگذارید؟ اجل والله غدر فيكم قديم وشجت إليه أصولكم وتأزرت عليه فروعكم. آره حضرت امام چی گفتن؟ آره گفتن این جای تعجبش نبود، زیرا که این خیانت کردن، این عهد شکنی از شما مردم کوفه، این عادت قدیمه بود، باباهای شما و پدران شما بود که به بابا به پدر من علی خیانت کردند، به برادر من حسین مجتبی خیانت کردند، شما همونها رو فرزندش هستی، این جای تعجبش نبود. فکنتم اخبث ثمر شجی للناظر و اکله للغاصب، شما مردم کوفه این یراق به دستان عمر سعد، همون میوه پلید و خبیث هستید که برای باغبان خود گلوگیر هستید و برای غاصبان و دشمنان خدا لقمه گوارا شدید. بابای من شما را تربیت کرد، نجات داد از گمراهی و کفر، امروز برای وای لقمه گلوگیرید، خاندان او را کشتنی هستید، برای دشمنان خدا یاردمچی لقمه گوارا شدید. حضرت امام سخنرانیش بین خدا رحمت شانکنشی فصاحتی دارن. بعدن لکم و سحقن، خدا شما را از رحمتش دور کند، خدا شما را هلاک کند. و این دعا را کی کرد؟ این دعا نور چشم پیغمبر حسین کرد استاده است،
این دعای من تو نیست، این دعای حسین مظلوم است. ای خداوند میگد و عزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین، ای مظلوم، ای حسین، من تو رو یاری میکنم اگرچه بعد از چند وقت هم باشد. دعای حسین به هدف اجابت رسید. جمعی آینده بشنوه، بیاید ببینه حال این عمر سعد چی شد، حال این عبید الله لعین چی شد، حال یزید ملعون چی شد. جمعی آینده از شما انشاءالله خواهش میکنم بشنوید دعای حضرت امام رو ببینه چی اجابت شد. الا فإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين. ای مردم، شما به هوش بیایید، به خود بیایید. این زنازاده پیشر زنازاده عبید الله زیاد از زنا شدگی بود، او حرامی بود. این حرامی به اصطلاح تاجیکی گویم که از زنای حرام به دنیا آمدگی بود، امروز حکومت بالای شما دارد، من بین دو کار قرار داده است. السله و الزله، یا باید من جام شهادت نوشم و تسلیم نشوم و مقام عالی شهادت دریافت کنم، یا به اینها تسلیم شوم و بیعت یزید ملعون در راضی شوم و ذلت و خاری را به خود قبول کنم. بین این دو کار من قرار داده است. اما حضرت امام پسر علی بود، حضرت امام نور چشم محمد بود. هذا ریحانتای من الدنیا. حضرت امام گفته بود رسول خدا براش که حسین منی و انا من حسین. چگونه بابای او هرگز ذلت قبول نداشت، پدر او علی ذلت قبول نداشت. حضرت چی گفتن؟ هیهات من الذله، نه نه، هرگز ما خاندان نبوت تسلیم شوی را قبول نداریم، هرگز ما خاندان نبوت به این یزید ملعون بیعت نمی کنیم، هرگز ما به دست خود خلافت او را امضا نمی کنیم. که مردم او امت بابای من گمراه کند، فاسق کند. حضرت عزیزان من برای خاطر حکومت گیری نامده بود، حضرت به خاطر جمع کردن مال و رسیدن به قدرت نبرامده بود. حضرت خوشم میگه انما خرجت لطلب الاصلاح لامت جدی، من برای آن برآمدم که این یزید و معاویه از راه بابای من بیرون شدن، عهد شکنی کردن، خصوصا یزید فسق آشکارا کرد، شراب نوشی آشکارا شد، زنا آشکارا شد. امت بابای من در مرحله سقوط اخلاقی بود، من برای نجات اینها آمدم. ما خرجت بطرا ولا شرها ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح لامه جدي. بنابراین من اینده تسلیم نمیشون گفتم. عمر سعد میدان من تسلیم نمیشم. الا و انی زاحف بهذه الاسره مع قله العدد وخذلان الناصر. آگاه باشید ای مردم خونخوار، ای مردم غدار، ای عمر سعد دوزخی، من با این اولاد خود، خاندان خود، اگرچه خیلی کمند، با این همسران و دختران خود که یاران با وفای منند و همچنین لشکری
با وفا برای منن، اگر چی که من باشد به مقابل شما جنگ میکنم و از این راه نمیگردم. ثم قال اما والله لا تلبسون بعدها الا كريس ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى. به مردم خطاب کرد، به عمر سعد، به شمر لعین، به سنان و دیگرها خطاب کرد. قسم به خدا شما بعد از آنکه من و خاندان من به شهادت می رسانید، در این دنیا اونقدر زندگی طولانی نمی کنید. زندگی شما همی شما و حکومت داری شما به اندازی یک سواری اسب می گذرد، بعد از او شما هلاک بشوید. شما او دور عمر نمی بینید. شما بعد از کشته شدین من مثل آسیابی که دور کرده میشد دیگر سرسان و سرگردان میشوید. شما روی خوش نمی بینید، شما خرسندی رو نمی بینید. حضرت امام گفتن حضرت دست دعا برداشتن، گفتن اللهم احبس، اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سینین کسینی یوسف وسلط عليهم غلام سقیف فیصومهم کأسا مصبره فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حضرت دست مبارک برداشتن، پروردگارا گفتن اینها به خاندان پیغمبری تو رحم ندارن، اینها به این همسران و به دختران من که ضعیفن و مظلوم رحم ندارن، اینها قصدی کشتن ما دارن. پروردگارا باران رحمت از بالای سرزمین ها اینها بردار. خدایا قحطی بالای اینها ده بیار مثل قحطی که در زمان یوسف آوردی. خدایا تو قادری بالای اینها ده یک جوان مردی از قبیله سقیف مسلط کن، جوان مرد از قبیله سقیف بالا اینها دا حکومت غالب ساز که اینها را تلخی مرگ چشاند. این غلام سقیف کیست؟ انشاءالله جمعه آینده با شما میگم. خدایا فإنهم كذبونا وخذلوا، آخر اینها ما خاندان نبوت تکذیب کردند، اینها ما را در این بیابان تنها و بی کس گذاشتن. خدایا ما غیر از تو دیگر پشتبان نداریم. خدایا تو هستی پروردگاری ما، فقط به تو توکل داریم و بازگشتی همه ما به سوی توست. حضرت دعا کردن. از اسب بگر خیب گشتن، حالا حضرت ناگشته بودن عقیل، تربرانی دشمن آغاز شد. عزیزا در کتاب ها روایه میکنن نور الافسار دم هست، حضرت در دوام صحبت بخاطری شاید که از جنگ و خونریزی اینها دست کشند چند جملات دیگری هم گفته بودن، ایشان این هم میگویم. گفتن فزیقوا علی الحس حسین حتی نال منه العطش و من اصحابه فقام علی قائم سیفه و نادا باعلا صوته.
انشدکم الله هل تعرفوننی. یک مقداری از لشکریانشان کشته شد، تشنگی خاندان ایشان سخت فرا گرفته بود. بازم میگم اول کسی که در این صحنه تیر انداخت حضرت امام نبود، لشکریان امام نبود، امام عهد شکن نبود، امام خونریز نبود، عمر سعد بود. سگی لعین نیزه تیر در کمان خود انداخت، به لشکریانش گفت اشهدو لی عند العمیر، خدا عمیر تم هلاک کنه، خود تم هلاک کنه، از رحمتش بی نصیب کنه. شما شاهد باشید نزد عبید الله زیاد که ان اول من رمى الى الحسین، اول کسی که به سوی حسین تیر کشاد این منم. استگی لعین این برای خودش افتخار دانیست. چندی از یاران حسین کشته شدند. یا الله انشاءالله سال آینده اگر زنده باشم و صحت، چند نفر از یاران حسین جانبازیش در این محفل عاشورایی با شما میگویم. حضرت خودشان با چند نفر از فرزنداشان تنها موندن، تشنگی ایشان عذاب میداد. یا الله، علی اکبر آمده بود بعد از جنگ سخت خونین نزد حضرت امام آمد، گفت بابا جان آنقدر از تشنگی عذاب میکشم دیگر قوت شمشیر زدن ندارم، یک قطره آب داری که دهن بتر کنم؟ حضرت امام گفتن جانی من آب ندارم، جانی من اندک را صبر کن، جام شهادت می نوشی از شراب کوثر در نزد جد بزرگ وارد می نوشی را. آب نبود. انسگان لعین دریای فرات که سگها و خوگها می نوشیدن برای خاندان پیغمبر، حتی برای کودکان خرسان شیرمرد من کرده بودن، حضرت طاقت نکردن. خوشان شمشیر گرفتم، باز لحظه گفتم باز استد ای خونخوار هایندم که دیان باز استد. گفتن هل تعریفوننی، قسم به خدا شما را قسم میتیم شما منو میشناسید من کی هستم. قالوا اللهم نعم انت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. در جواب چی گفتن؟ آره قسم به خدا میدانیم تو پسری پیغمبری خدایی، تو نور چشم محمد مصطفی، ما تو رو میدانیم. قال انشدكم هل تعلمون ان جدي رسول الله. قسم به خدا شما را سوگند میتیم شما میدانی که بابای من پیغمبر خدا صاحب قرآن است. قالوا اللهم نعم. آره میدانیم پیغمبر خدا بابای توست. قال انشدكم الله هل تعلمون ان ابي علي ابن ابي طالب. شما را به خدا قسم میتیم، به خدا سوگند میدیم که میدانی که پدری من علی بود، اول کسی که اسلام پذیرفت، شخصی که هرگز پیشانی و بت را سجده نکرد. میدانی؟ آره میدانیم، میدانیم تو پسر علی هستی. انشدکم الله هل تعلمون ان امی فاطمه الزهراء بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آخر شما را به خدا سوگند میتیم میدانی که مادر من فاطمه است، فاطمه زهرا. میدانی فاطمه ای که پیغمبر دربارش گفته بود الفاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاری از بدن من است. فاطمه ای که پیغمبر براش گفته بود ان فاطمه احسنت نفسها فحرمها و ذریتها علی النار. فاطمه خودشه
پاکیزه نگاه داشت، خداوند او را و خاندان او را اولاد او را از دوزخ نگاه داشتگیز. بدانی من دخت بچی کی هستم؟ بچی فاطمه؟ قال انشدكم الله هل تعلمون ان جدتي خديجه بنت خويلد اول نساء هذه الامه. قسم شما رو به خدا میتیم، میدونی که مامای من کیست؟ خدیجه، اولین زنی که اسلام قبول کرد، اولین زنی که جان و مال خود برای خدا و پیغمبر داد، میدونی کی است؟ قال انشدكم الله هل تعلمون ان حمزه سيد الشهداء ام ابي. میدونی که حمزه سيد الشهداء امکی من است، امکی پدری من است، میدونی؟ خلاصه حضرت همش بیان کردن. ثانی آخر بچه گفتن فلیم تستحلون دمی، اچو خونی من شما حلال میدونید؟ من مال کدام شما رو غارت نکردم؟ من یگان کسی از خیشاوندان شما رو نکشتم که در قصاص من نکشه؟ چو شما خونی من ریختن شما حلال میدونید؟ چو شما قوه های مسلح خود به مقابل من جمع کردید؟ یا الله، این سخنانی که دل انسان چاک میکند، دل انسان پاره میکند. اما خدا که اونها را کوردیل کرده بود، از این سخنانی که سنگ آب میشود، حضرت امام میگفتند اونها هیچ دیگرگونه نشدند. و ابی الزائد عن الحوز غدا يزود عنه رجالا كما يزاد البعير الصادر على الماء ولواء الحمد في يد ابي يوم القيامه. اي مردم بدانت كي روز قيامات پدر بزرگوار من در لب حوض کوثر بعضی از بندگانی خدا را مثل شما از آب کوثر محروم میسازد، شما را از آب کوثر آب نوشیدن من میکند، بخاطر این بی‌آدابی که شما کرد استادید. قالوا قد علمنا ذلك كله ونحن غير تاركك حتى تذوق الموت عطشا. گفتند ای حسین، ما همین خوب میدانیم، ما میدانیم تو کی هستی، پدری تو کی هست، بابای تو کیست، میدانیم. اما ما بدان که تو را هیچگاه اجازت نمیدهیم که از اینجا سلامت بازگردی. ما تو را و خاندان تو را تشنه به شهادت میرسانیم. آره خداوند این تو بنده های سندیل و بدبخت دارد. قرآن درباره اینها میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. این یزیدی ها، این لشکریان عمر سعد به خاطر چی به این راه رفتند؟ به خاطر چی اینقدر سنگدل شدند؟ زیرا آنها پیروی از آن حکم کردند که خلاف حکم خدا بود، حکم یزید. پیروی از آن حاکمی کردند که دشمن خدا بود، قانون خدا را ویران کرده بود. اینها نمیخواستند حکومت خدا را جاری شدن شه، حکومت قرآن جاری شدن شه. بنابر همین فاحبط اعمالهم، خدا اونها را همشه عملهای صالحی که پیشتر کرده بودند برباد داد. فعندها ضرب الحسن حسين يده الى لحيته وجعل يقول. حضرت دیدن که نادیگر از این جنایت خود باز ایستادن نیستن، دست مبارک بریشان بردن و لباشان که خوش شده بود قاق شده بود از بیعابی، دهان مبارکشان، زبان مبارکشان قاق شده بود. حضرت گفتن اشتد غضب الله علی الیهود اذ جعلوا له ولدا
اشتد غضب الله على النصارى اذ جعلوا له سادسه ثلاثه اشتد غضب الله على المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر اشتد غضب الله على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم اما والله لا اجيبهم الى شيء مما يريدون حتى القى الله وانا مخضب بتمي حضرت گفتن خداوند غضب کرد قوم یهودا به خاطر آنکه عزیر بچه خدا گفتن خداوند غضب کرد غضبش سخت شد بالای مسیحیان به خاطر آنکه خدا را سیته گفتن خداوند اهل مجوس غضب کرد غضبش سخت کرد به خاطر آنکه آفتاب و مهتاب معبود گرفتن و این چنین خشم خدا و غضب خدا سخت هست و سخت می شود برای قومی که اونها متحد شدند متفق شدند برای کشته شدن نبیری پیغمبر شان ببینید اینا همش غضب خدا ده گرفتار شده هستند غضب الله علیهم و لعنهم حضرت بچه گفتند قسم به خدا من دیگر هیچ تکلیفی اونها را قبول نمی کنم حتی اینکه با این لبهای خشک با این دهان قاق شده به آب به پروردگار خود ملاقات میکنم در حالی که آغوشتی خون باشم این آره من دیگه قبول ندارم حضرت با در آمدن میدان جنگ بعد از کشتن چند نفر از او خونخارها جام شهادت نوشیدن که سالهای پیش به تفصیل در این باب که گفته بودم دیگر زبانی هم نمیگردد که اون منظره دلخراش بیان کنم و دیگر دل هم طاقتی برداشت شنیدن این سخن ندارد خلاص حضرت سید الشهدا جام شهادت نوشیدند و به پروردگار خود ملاقات کردند انا لله و انا الیه راجعون حضرت مولوی پیر ما یک مرثیه دارد برای حضرت امام حسین چون که سختی ایشانن و خاندان پیغمبرن با آب دیده با خون دل این مرثیه را نوشته هستند حضرت می فرمایند حسینی تشنه لب می گفت کوثر را نمی بینم حسینی تشنه لب می گفت کوثر را نمی بینم عجب شروع عجب غوغاست محشر را نمی بینم عجب شروع عجب غوغاست محشر را نمی بینم کی محتاجم به دشت کربلا بر قطره آب کی محتاجم به دشت کربلا بر قطره آب دهن خوش از حرارت شد لبی تر را نمی بینم دهن خشک از حرارت شد لبی تر را نمی بینم که تنهایم چه شعری تشنه و دشمن هزارانن به حضرت شعر بودن اما شعرم در بین بسیاری وقتی که قضای خدا به او بود چی هم میکرد که تنهایم چه شعری تشنه و دشمن هزارانن گجا شد در زمان اصحاب و لشکر را نمی بینم گجا شد در زمان اصحاب و لشکر را نمی بینم
کجای جدی اعلایم لبانم بوسه می کردی، کجای جدی اعلایم لبانم بوسه می کردی، چی روز از ای خداوندا پیامبر را نمی لبهایی که رسول اکرم بوسه میکردن شد. یزید لعین با چوبچه که در دست داشت اوسق آغشتی خون بود میشکید و آزار میداد. کجایی جدی اعلایم لبانم بوسه می کردی، چی روز است ای خداوندا پیامبر را نمی بینم، کجایی ای پدر دستم بگیری بستی مظلومم، کجایی ای پدر دستم بگیری بستی مظلومم، نشان فقار و قتل حیدر را نمی بینم. یا الله، حضرت امام حسین می فرمایند من عبرت فینا عبرتا و قطرت فینا قطرتا بوأه الله عز و جل الجنه، رواه احمد. کسی بخاطر ما خاندان نبوت یا قطر عشق می ریزد، خداوند او را در سرای جنت جای می دهد. خدای اینا برای پیغمبرت می گیرید، خدای اینا برای خاندان پیغمبرت می گیرید. از این وعده حضرت امام با نصیب شان گردان. کجایی ای پدر دستم بگیری بس که مظلومم، کجایی ای پدر دستم بگیری بس که مظلومم، نشانی ذوالفقار و قتل حیدر را نمی بینم، کشیدم بر قتلم زی هر جانب ستمگاران، کشیده تیغ بری قتلم زی هر جانب ستمگاران، شود حامی در اینجا یک دلاور را نمی بینم، شود حامی در اینجا یک دلاور را نمی بینم، بروی سینم بنشست شمری لعنتی آخیر، سینم بنشست شمری لعنتی آخیر، به حلقی تشنم جز نیش خنجر را نمی بینم. این سگی لعین، این دشمنی خدا برای چی بالای سینی حسین برآمد؟ برای آن برآمد که لیقطع غصنم من شجرت النبوه وليسكن الفاطمة الزهراء بأعز أبنائها. وساق بخاطر آن برآمد که این نوده زیبای درخت محمدی را کلت کند و فاطمه زیبا را سینه چاک کند، جگر چپون خون کند، فرزند نور چشم او را سر برد. برای آن برآمد، بروی سینم بنشست
شبریل لعنتی آخی به حلقی تشنم جوز نیش خنجر را نمی بینم جنونی خاک بر سر ماتمی و گیر آن خورشید یا الله خورشید فرو رفت یا الله وقتی که حضرت امام سرش بردن آنچنان تاریک شد که ستاره ها حتی نمایان گشتن جنونی خاک بر سر ماتمی او گیر آن خورشید که شد خرقاب غوخون رخسار احمر را نمی بینم که شد غرقاب خون رخسار احمر را نمی بینم این رخسار های زیبای حسین آغوشتی خاک خون یا الله کاشکه که به این هم اکتفا می کردن سری نازنین حسین باز گرفتن و در سری نیزه راست کردن یا الله خاندان او را همسرا و دخترای او را سری لچ روی برهنه پای برهنه دست پا زنجیر بند کردن به سوی دارالخلافه بردن یا الله یا الله خداوندا این ظالما را و مانند اونها ظالما را در هر عصر و زمان از رحمتت به نصیب گردان خدایا اونها را چون یزید و عبید الله ابن زیاد که شرمندو خارشان کردی خار و زبونشان گردان خدایا خونی شهدا را که سبب بیداری امت اسلام در روی زمین گشتند امروز هم سبب بیداری ما جوانان امت اسلام گردان و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برای پیغمبر بزرگوار و خاندان او یک جای صلوات می فرستیم و بعد از آن انشاءالله دعامل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد پروردگارا پیغمبر بزرگوارت فرموده است که وقتی آب دیده ها جاری شد وقتی که دل ها ملایم شدن دعا اجابت می شود خداوند عاجزانه دعا می کنم اسلام عزیز و قانون قرآن در تمام عالم حاکم گردان و مخلصان اسلام همیشه غالب و فیروز گردان و دشمنا اسلام هلاک و زبون گردان خدایا به حرمت اسماء حسنات بیمارای امت اسلام و خصوصا بیماران عاشقان مدرسه محمد را شفای کامل نصیب گردان پروردگارا به فرزندای ما را فرزند صالح اهل قرآن دوستدار اهل بیت نصیب گردان خداوندا زندانیای ما را از زندانها خلاص گردان و قرضدارهای ما را از قرضها گردان و مسافرای ما را در تمام گوشو کنار خبرای طلب علم خبرای طلب رزق خدایا سلامتشان بدار پروردگارا اختلاف و ناآرامی را در تمام دنیای اسلام و خصوصا در این جمهوری ما برطرف گردان وحدت و الفت و دوستی بین امت اسلام و رهبران اونها خدایا پیدا گردان آمین یا رب العالمین عزیزان من انشاءالله جمعه آینده برای شما چگونه در اول گفتم و بارها هم شما از من التماس کرده بودید سالهای پیشین که از تیشان بار هم نگفته که این یزید و یزیدیان و این عمر سعد و شمرها چی جزای دیدن انشاءالله این هفته برای شما چند نفری از اونها را سرگذشتی شومشانه بیان میکنم این هم باشد به خاطر عبرتی آیندگان حاکمان خدا و همین شما را سلامت دارد و نماز جمعه را خواند بعد از آن به از قفای کار و بار خود شوید.
الحمد لله الحمد لله الذي الحمد لله خالق اللوح والقلم ذي الجود والكرم والغناء والبقاء والقدم والعظمة والكبرياء والحكم الذي شرفنا بالشهر المحرم وما أدراك ما شهر المحرم شهر المصيبة والماتم شهر تعزية سي أولاد آدم شهر المصيبة والماتم شهر تعزية سيد أولاد آدم وأشهد أن لا إله إلا الله مكرم الأكرم وأشهد أن سيدنا صاحب التاج والبراق والعلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرم وعلى الشمسين القمرين والنورين النيرين عين النور ونور حدقة سيد الثقلين هو سيدا شبان أهل الجنة في الجنة أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين أيها الناس الدنيا دار ليس لها ليس لها قرار فبادروا بالتوبة والاستغفار واشتغلوا بالطاعات والأذكار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم يا جبار يا ذا البطش الشديد دمر على أعداء دينك وشتت شملهم وفارق جماعاتهم اللهم من أراد أن يخذل الإسلام والمسلمين فاخذلهم اللهم دمرهم كما دمرت عادا وثمود اللهم دمرهم كما دمرت عادا وثمود اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم آمين آمين يا رب العالمين خدایا این بندگان تو ببینم صحن مسجد مالا مال از آدم هاست از جوان هاست خدایا اینها بخاطر ادای عبادت و بخاطر شنیدن سرگذشت سید الشهدا حبیب دلها حسین علیه السلام آمدند و در بالای زمین سرد خنک نشستن رو به سوی تو خدای اینها رو عمر دراز نصیب فرما خدای رزقشان فراخ کن خدای هر مقصودی که داشته باشن به مقصودشان رسان خداوند از شفاعت پیغمبر و خاندان پیغمبر همی ما و این عاشقان خاندان نبوت و این عاشقان مدرسه محمدی را با نصیب گردان آمین یا رب العالمین عزیزان من آمادی با نماز شوی انشاءالله نماز می خانیم خواهش میکنم بعد از نماز سلام کنی را با وقتی دیگر گذارید ما را کن خسته نکنید خدا شما را نگه دارد به همت اینجا از منبر رسول اکرم که بهترین جاست السلام علیکم و رحمت الله میگم و من آزار ندیدم خدا